سودان. یک اتحاد رهبران معترض در سودان قرار است در مذاکرات مستقیم با جنرال‌های نظامی بر سر اقتدار روی حکومت جدید و باز کردن راه برای انتخابات آن کشور تصمیم بگیرند. لیبیا. مقامات سازمان ملل متحد میگویند حمله بمب‌گذاری در پایتخت لیبیا که در آن حداقل 44 نفر و طبق برخی گزارش‌ها 55 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند ممکن جنایت جنگی شمرده شود. چین. مذاکرات رسمی تجارتی میان آمریکا و چین که متوقف شده بود قرار است این هفته آینده دوباره آغاز گردد. استرالیا. یک محصل استرالیایی که در کره شمالی دستگیر شده بود آزاد شده و در مسیر برگشت به استرالیا است. ایتالیا. طیاره ها بمب های آب را در جزیره استرامبولی ایتالیا برای خاموش کردن عریق ناشی از دو انفجار آتش‌فشان پرتاب کردند که حدود 2 کیلومتر دود آن به آسمان صعود نموده است.